آدم گرسنه میره رستوران، نمیاد پیش روان پزشک. من با همه فرق میکنم. همه اول شکمشون گشنه میشه، بعد مغزشون فرمان میده. ولی من اول فکر میکنم مغزم فرمان میده، بعد شکمم. متوجه نشدم، یکم بیشتر توضیح بده. من دیوونه غذا خوردنم. من هیئت میرم به خاطر نظریش. خب مسجد میرم به عشق حلواش. جالبه. صبح باسه صبحونهش، شب باسه شامش. من اگه بدونم یه روز از خواب بیدار میشم چیزی نباشه واسه خوردن، اصلا دوست ندارم بیدار بشم. خب اینایی که داری میگه خیلی هم خوب نیست. پرخوری، اضافه وزن. به نظرم بهتره حتما بری پیش یه متخصص تغذیه تا فکری به حال چاقیت بکنه. من مغزم چاقه، من روانی خوردنم، عاشق خوردنم. من خونه خالم و ولد نیستم. خب ولی تمام رستورانه تهران و ولدم. اوضاع مالی چطوره؟ خودت؟ خانواده؟ خودم جفت پوچم. بابام هم بازنشسته روغن نباتیه. مامانم هم واسه مردم خیاطی میکنه. خب اینجوری که خیلی سخت میشه. ببخشید میتونم یه قند بردارم؟ قندم افتاده. بفهم و راحت باش. یه سوال دارم، راحت بهش جواب بده. میخوام بدونم الان که پیش من اومدی کسی مجبورت کرده یا خودت از این وضعیتت خسته شدی؟ خسته؟ از چی؟ از خوردن؟ نه، من خواهرم گفت اگه بیام اینجا هوا ما داره. خب آخه یه چند وقتیه ننه بابام با هم خوب نیستم. شغلت چیه؟ شغل که ندارم. چرا؟ آخه خسته میشم. زنگ بزنم؟ موبایل دادم فرار کردی چی؟ من با این یکی هم چجوری میتونم فرار کنم؟ مرسی. الو آبجی سلام. آره خوبه آبجی، من اومدم این دکتره، این پوله که به هم دادی همه شو دادم بابت ویزیت، بیشترم شد، الان موندم تو خیابون، چیکار کنم؟ میای دنبالم؟ الو الو آقا، شارژ تموم شد. بفرمایید
توی ابراهیم؟ آبجی گفت برم دکتر، هرچی پول داشتم و نداشتم دادم اونجا، از اونجا هم تا اینجا پیاده اومدم. چه کار کنیم خوب؟ خب که گشنمه دیگه. برو همون یه تیکه موکت زیر پاتو گاز بزن بخور، اینجا دیگه چیزی نداریم. بابا اذیت نکن. ماما خوشید. چی میگی؟ نداریم دیگه، هیچی نداریم. تا سر ما که حقوق بابات بیاد هیچی نداریم. دکتر نگفت بری کار کنی یه تکونی به خودت بدی؟ به خدا میمیرم و همینجا جون میدم. نه ترس، نمیمیری مادر. دیگه هم از این پایین با من حرف نزن. کار داری پاشو بیا بالا. نمیتونم بیام بالا. نمیتونی؟ بابا جون بس که تنبلی، اونقدر خوردی که همه جات ورم کرده. برو بیرون کار کن، یه کاری پیدا کن. من نمیتونم. چته؟ مریضی؟ چلاقی؟ علیلی؟ دردت چیه؟ ساتور گوشتتو نمیتونه ببره. الان چته مثلا نمیتونی کار کنی؟ برو خودت دیگه یه فکری به حال شکمت بکن. من دیگه نمیتونم، بریدم، ندارم. دوست دارم. بیا کمک کنی کفتر ها بذاریم بالا، پولش هم میدم. Thank you.
انشالله که راضی بوده باشید. غذاتون خیلی خوشمزه بود ولی من پول ندارم. به خدا من بفهم. کاری نکردم بفهم. من فقط گشنم بود بفهم. آقا اینا ریختن سر ما. بابا من فقط از خودم دفاع کردم. بریم سر کارتون. سلام. سلام. بشین. اینا که تو راپله دیدم پدر مادرت بودن؟ بله. ببین چی به سرشون آوردی که رفتن؟ رفتن که چه ارز کنم؟ فرار کردن. آقا من به خدا سالا رنگی کلانتری هم به خودم نیدم. بیچاره پیر زن پیر مرد. آقا بله ببخشید من اکوشتگی دارم ضعف میکنم. این هم نمیذارم من جایی برم. یه تومن هم تو جیبم پول ندارم. سرکار زحمت اینو ببر بوفش خودش رو سیر کنه. بله. سلام علیکم. سلام. ببخشید پرونده متهم من چی شد؟ این مرد چاقه؟ من دارم روش کار میکنم. راستش الان تو راه رو مادر پدرش دیدم. بندگان خدا خیلی گریه میکردن. دلم سوخت. بله. اصرار دارم بچهشون رو مندازن زندان. اینجوری شد تا حالا ندیده بودم. ببینید این آقا مریض احواله، هم جسمی هم روحی. من با مادرش هم حرف زدم. ظاهرا شرایط مالی خوبی هم ندارن. این آقام که خرجش به اندازه چند نفره. خودش هم اهل کار کردن نیست. این هم راضی هن که بره زندان خرجش رو دولت بده. به اینجوری که این تو زندان گشنگی میمیره. راستش از وقت پدر مادرش رو دیدم یه جوری شدم. با اجازتون من میرم رضایت بدم. آقا ببخشید. بله. شما رستوران دارید درسته؟ بله. خیلی خوبه چند لحظه بیرون تشریف داشته باشید من برمیگردم. چشم. بفرمایید. خب شما حرفی ندارید؟ ببخشید. قند دارین به من بدین؟ قندم افتاده. بله. به خاطر جار و جنجال و دعوا شکایتی ندارم. غذایی هم که خورده نوش جونش، حلالش کردم. اما خسارتی رو که زده باید جبران کنه. شنیدی؟ من خودم که ندارم. پدر مادرم هم ندارم بدن. خواهرم اگه داشته باشه شوهر خواهرم نمیذاره که بده. من با قاضی صحبت کردم برات حکم جایگزین گرفتم. قرار شد از فردا به مدت 3 ماه بری رستوران آقا کار کنی. من؟ بله. خسارت رو ندی رد مال داری. اونجوری باید بری زندان تا پولت جور بشه. چقدر باید بدم؟
اون باید کارشناسی بشه، نزدیک 10 میلیون. یعنی من اگه 3 ماه کار کنم 10 میلیون میشه؟ نه نمیشه، ولی تو این 3 ماه من به اندازه 10 میلیون ازت کار میگیرم. خب؟ البته خودت هم باید راضی باشی. این رضایت نامه رو پر کن، من بدم قاضی حکم بده. میشه یه قند دیگه به من بدین؟ خدا خیرش بده، باز ننداختت زندون مادر. همین که قبول کرده جا خسارتش کار کنی، باید دست و پاشم نوبتی ماچ کنی والا. برو یه تکونی به خودت بده آخه، بسه کار کردن بیفته به جونت مادر جان. بسه همونجا بمون، همونجا بمون کار کن. ببین مردم واسه یه وعده شام و نهار، واسه یه لقمه نون چقدر زحمت میکشن. والا در همسایه منو مسخره میکنن، همش میگن بچه خورشید شده حسن کچه. من مریضم، سرما بذارم بمیرم کی میخواد به مادر دست دیگه کنه؟ خواهرت که عروس مردم شده، این بیچاره با کی بمونه؟ بابا مردی که فقط به خوردن نیست، به کاره، به کار. چی شد آقا رسول؟ آی یا پیغمبر. آقا رسول، بابا، آقا رسول چی؟ ابراهیم، بابا، ابراهیم، ابراهیم بیا بالا کمک کن. مامان خورشید، بابا در دست رو هم سرم شد. مامان خورشید، آقا رسول بلند شد. آقا رسول، ابراهیم بابا ننه نمیتونی بیا. چی شد؟ دقل یه زنگ بزن اورژانس. بدبخت شدم رفت. آقا رسول جان یه چیزی بگو. آقا رسول، مامان خورشید، ای خاک تو سرم شد، چرا اینجوری شد پس؟ بابا چیزی شده؟ خدا داشتم می اومدم، بابام حالش بد شد، بردمش بیمارستان. اگه حال بابات بد شد پس چرا اومدی؟ باید می اومدم دیگه، مامانم پیشش هست. دیر نیام، اگه خواستی دیر بیای اون روز اصلا نیام. نیومدن غیبته، دیر اومدن بی‌انضباطی. چشم، ببخشید. خب غیر خوردن چه کاری بلدی؟ موتور سواری بلدی؟ غذا ببری این بر اون بر؟ نه. بمون تو سالن برای نظافت. ببخشید، اینجا چیزی هم برای خوردن میدن؟ آقا من خیلی پول لازمم، تو رو خدا یه کاری واسه من بکنید دیگه. من تازه بهت وام دادم، چه خبره؟ صبر کن 2 ماه دیگه. برو به کارت برس. برو. اینجا هر کی گشنه شد میتونه بخوره، تو هم بخور. هر چقدر؟ بیا دیگه. ابراهیم بیا اینجا. پشت رستوران یک کوچه است، اینو ببر برسون به پلک 16. دیگه من موتوری نفرستم. اگه فکر کنی تو را گشنت میشه یه چیزی بخور. نه آقا نه، نری تو خیابون دست ببری به غذای مردم. نه آقا. ابراهیم، بله آقا. یه 4 تا دونه با قند با خودت ببر، تو را ضعف نکنی.
چیکار میکنی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ چه جونوری هستی آخه؟ مگه قبل رفتم بهت نگفتم یه چیزی بریز تو گوشی کم کارت خوردن که دست به غذای مردم نزنی؟ آقا من نشسته بودم بند کفشم و من اومد زد ریخش تو. حرف نزن، چربی مغزتو گرفته، خالی هم بلد نیستی ببندی. دنبال من بیا، به شرطی که البته تو را ظرف نکنی. بیا دیگه، بفرمید دیرون. برو آقا بریم بیرون. بیزن بیرون سریع تر. آقا به خدا دروغ نگفتم من. خدای تو مرغ و گوشته، مرغ و گوشتم باز گذاشت تو یخچال تا گرم نزنه. بگی بشین بشین. بخور بخور بهت میکنم. تو اسیر شکمی، من اسیر خون بودم. تو دلت واسه غذا ضعف میره، من دلم واسه تزریق هیروین ضعف میرم. بخور دیگه. یه بار که خیلی خمار بودم، انقدر که آسفالت و گاز میزدم، یه بابایی رفت زیر ماشین درجا تموم کرد تو محلمون، تو خیابون جلو در خونمون. دویدم جیبش خالی کردم و در رفتم. بخور. آه غلط کرد. شب که حالم بهتر شد فهمیدم اونی که جیبش خالی کردم بابام بوده. هیروین کاری کرده بود که جد آبادم از یادم بره. بخور. شب قبلش بابام دم یکی از بچه مرنامون دیده بود که منو ترک بده، آدمم کنه. بریده بود بنده خدا. تو دادگاه بابا تو که دیدم داشت گریه میکرد. وقتی فهمید قراره بیارمت اینجا، قسمم داد یه کاری کنم آدم شید. بخور. گوه پله های خونه خودتونم نمیتونی بری بالا. گوه فرش زیر پاشم فروخته داده تو خوردی. به خاطر باباتم که شده، یا کاری میکنم آدم شی، یا اینقدر بهت میدم بخوری که بترکی. اگه نخواهیم اینجا باشی باز بری زندون. تو زندونم باید موکت بخوری تا سیر شی. من هروئینو ترک کردم، تو هم باید پرخوری و تنبلی رو ترک کنی. بخور دیگه، عمشو باید بخوری. ابراهیم، آقا عطاد گفت شامتو بخور بعد برو.
کجا میری؟ من که خونتون رو پیدا کردم که. به جون گاگام پروژه بهت پس میدم. به خاطر تو جزغل بچه حسابکارم کلی منو دعوا کرد. قبول نمیکنه تو زدی غذا رو فومل کردی که. آره میگه چی شده مرد گنده؟ دو دست کوبیده بودم خونمون هم که بلدی. دو روز بهم مهلت بده پروژه واسط میارم خلاص. قبوله؟ قبول کن دیگه دمت گرم. آقا مریضه، بردم ببرمش بیمارستان، پولمونم ته کشیده، هی قفلی زده برگردیم. منم اینجا میخوام کار کنم، اما اینجا کسی محل با آدم نمیذاره که. اسمت چی بود؟ جمعه. جمعه بابات چشه؟ چشمش نیست همون، قلبشه، خوب کار نمیکنه. گاهی خوب میزنه، گاهی هم بندری میزنه. باید قلبش عمل کرد ولی میگه نه. چرا؟ از وقتی ننم رفته حسنه هیچی نداره. کجا رفته؟ او دنیا. خیلی خدا بیاموردش. نه پیش آقا دم وا کنی بگی جون اگن زده غلط کردم، کار میکنم پست میدم. آقا بفهم قرض دارم تو خبرم باشه بیرون میاد پدرمو در میاره. شما کسی رو اینجا ندارین؟ نه همین مسلم نمیدونم کیه، شبا خونش میخوابیم، اونم پولی. هیچ تو شهری شما داری به یکی میگی سلام میگی چقدر پول داری؟ ناراحت نباش، من خودم براتون غذا مفتی میارم، هم برا خودت هم برا بابات. یعنی مفتی میاری؟ حلال؟ حلال حلال. آخه من سرکار میرم. میگم امو کار نیست، منم بیام اونجا همو خوب کنم ببرم شهرمون. چیکار کنم؟ من تو کاری نکن، یه کاری بده دستمو، من جا وسط کار کنم به جا شوق بده. دو روز پیش زدی غذای ما رو له کردی بعدم در رفتی، حالا بهت کار بدم؟ یه اندازه تو پرسکوبیده میارزه؟ جفتش از سرانجا خریدم، مارکه تصویه شدیم خلاص. بیا اینجا. اما توفنگ دستم نگرفتم دخلت خلاص کنم، داشتم میدویدم میدم خوردم به غذا ریخت. گالا چی شده؟ بیا اینا رو بردار. بیا پسر جان. اینم بردار، هر وقتم گشنت شد بیا اینجا غذا ببر مهمون من. همین میگم اگه دایا ما اگه معظم گدایی کنیم که اینجا بره کار نمیمدم، همه بیانم خودم میکنم که جی کاری میکردم مردم بهم پول میدادن. خب چه کارایی بلدی؟ جارو میکشم، تی میکشم، حتی ماهی هم پاک میکنم، هر کاری بگی بلدم. نظافت کار ابراهیم. ابراهیم؟ باید نکش فقط نظافت میکنه؟ تب نکنی امو، خسته نباشی. ابراهیم میخوای جمعه جایی تو نظافت کنه؟ خب اگه نظافت کنه من چیکار کنم؟ بفرمایید. یه مرد به دل بخور توی شهر دیده باشم اونم توی که خیلی مردی. بفرمایید. خورش داریم، کباب داریم. بفرمایید. دایی
جونه دایی بابازی خوب میشه؟ خوب میشه. بابا دیشب به مامان میگفت بابا بزرگ انقدر به جای مردم روزه گرفتن مریضی شده. بابات میگفت؟ آره بابا بزرگ روزه میگرفته که پول در بیاره. من بینم پیش مامانی. ابراهیم تو آشپزخونه است. اما ابراهیم پشتو بریم. وا بیلار برای چی زار میزنی؟ رفیقت بمیره برات. بگوی چی شده؟ برو بلم کن ما که هنو نگرفتم. بگوی چی شده تا رفیقت کمکت کنه؟ بابا بیمارستانه. آره یک به یک شدیم. منم بابام گرفتار درده. آره تو بیمارستانه. من به هیچ دردی نمیخورم. حقوق خودش که کم بود بیچاره هیچی واسه مردم هم روزه واجب میگرفت تا شکم من بیشرف رو پر کنه. یعنی جای این اون روزه میگرفت تا پول بگیره؟ رفتم بیمارستان حال نداشت دستمو گرفت گفت بابا واسه همه روزه گرفتم نوبت به خودم که رسید مریض شدم. خاک بر سر من کنن که فقط بلدم بخورم و برم کنم. بیخیالمو گفت تو به درد نمیخوری. تو خیلی هم آدم مهمی هستی. باشه بریم بای شکنه. داد کارت داره. آقا سلام. چیزی شده؟ بریم سر کارتون. بریم. طوری شده آقا؟ این پسر جمعه ظاهراً دخل و زده و رفته. جمعه؟ کازم میگه دیدتش اطراف صندوق موسموس میکرده.
میزنی؟ جمعه اینجاست؟ نه تا دیشب که اینجا بود که تو باباشو برد بیمارستان. آدرسی نشونی چیزی نداری به من بدی؟ نه من یه اتاق بهشون داده بودم شبا فقط اینجا میخوابیدم. چطور؟ شهر کرده؟ شرمند نه پیداش نکردم. اگرم پیداش نکنم پول شما نمیدم. یعنی همینجا کار میکنم تا حساب شما رو تصفیه کنم. کل پولی که برده 2 میلیونه. بالاخره پوله دیگه. درد من پول نیست. چرا دیگه آقا؟ پوله. نه جلو چشم بود، دردشان نفهمیدم که نظرم دست بچه مردم به دزدی باز بشه. این بد. سلام بابا. بجان آقا کارمون بوده. ما اگه داشتیم کردیم من اینجا نبودم که. انگه حرف نزن. آبرومونو بردی. حالا زنگ زدم پلیس. خودشون از دل زبونش میکشن بیرون. الو سلام، بفهمی؟ بله ها کازم، رفیقت از بانجه میگه 2 میلیون که داده بودی ریخته به حسابه، خیالت هم تخت باشه. فکر میکردم تو پوله رو برداشتی. امو ما اگه میدونستم یه از ما بیچاره تره خودم گردن میگرفتم. چی شد؟ رفت؟ بشه. بله آقا همین الان رفت. خب امو برای چی بیرونش کردی؟ گناه داشت. بیرونش نکردم، گفتم بره مشکلات چه حل کنه برگرد. ابراهیم. بله آقا. دیگه نمیخوام اینجا باشی، از فردا نه. چرا آقا؟ برو یه جای دیگه کار کن، پول منم ماه به ماه بیار بده. اگه دیر کنی میرم به دادگاه میگم. مگه چیکار کردم آقا؟ ما رو فهمیدم یه حداد چشه. شبا خوبه، روزا بده. با خودم یک کارش میکنم. جامعه بیا تا غشب کن. جامعه بیا. بگم اما فاز تو چیه؟ پول تو یه نفر دیگه دزدیده، چرا همه برای میبیرم میکنی ها؟ برو پسرچو، خودت هم دیگه نمیخواد. معلومه که نمیام، فکر کردی میام؟ رفیقمو بیرون کردی بهش انتظار داده واسط کار کنم، عمرم واسط کار کنم. ببینم اون شهر شما خیلی بزرگه، تو شهرم تنها رفیقی که پیدا کردیم هم ابراهیمه. دست کار اخراج کردی، من دیگه اینجا کار نمی کنم. خداحافظ. خداحافظ، بفرمایید. ببینم اون معرفتم خوب چیزیه، فکر کردی اینجا کار گیر نمیاد؟ حالا بشینه تماشا کن، بیا ما دوتایی چی جور پول پارو میکنی. باش، برو پول پارو کن، برو عزیزم. میبریم اما باش.
زنجیر یه مرد میخواد پارش کنه. یه سر آن بفرست. الله یه پاره بود، من خودم واسط میبردمش. ماشاءالله پاره بود. جمعه من نمیشونم ها. میتونم یه نگاه به خود بنداز، یه تراکتور بهت بخوره چپ میکنه. من فقط هیکلم گنده است، زور ندارم که. زور بزن، زور داری. هیکلت قویه، ناراحت نشو، قوی باش. قوت بازار سلامان. بنده کفشت بازه، نخوری زمین. بلد نیستی؟ بیا پاتو بازه اینجا. میخوای برو این چند روز تا چهل آقاد بگذره بعد بیا سر کار؟ نه آقا، اگر کار کنم بهتره، طوری آرومتر میشه. آقا شما گردن من خیلی حق ده.
دم شمالی. چایی تو نخوردی؟ بابا ما رمزون پارسال مریض شد نتونست روزه هاشو بگیره، دارم بزش میگیرم. من اگه کاری کردم به خاطر حرف بابات بود. رفتی سر خاکش از طرف من بهش سلام برسون، بگو حداد گفت الوعد وفا. چشم. بلند شو مادر جان، بلند شو. حالا که بابات نیست تو مرد این خونه ای. بسم الله بگو بلند شو پسر، بلند شو. بسم الله. لازم بوده تا کلمه عفو بر زبان جاری شد، تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد. بیا تا جبران محبت های ناکرده کنیم، بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی اسکف داده ایم و کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است. تا جبران گذشته کنی. دستم را بگیر.